خودتون معرفی کنید، اگر دوست داشتید شغل و سنتون هم بفرمایید، اگر نه که. آرش علیزاده هستم، 40 سالمه و مرغدار هستم. خیلی عالی. چند کیلو بودید ابتدای رژیم و چند کیلو کاهش وزن داشتید تا الان؟ والا اول رژیم که شروع کردم 123 کیلو وزنم بود که تقریبا هفته چهارممه که الان این رژیم رو شروع کردم، تا الان تقریبا 7 و نیم کاهش وزن داشتم. و اینکه رژیم سختی نبود، خیلی برام راحت بود. خیلی عالی. آقای علیزاده، اینکه رژیم رو شروع کردید دلیلش چی بود؟ والا انگیزه اولیه هم که تناسب اندامو دوست داشتم، چون من سالیان سال از این چاقیم دارم رنج میبرم و اینکه سال به سال هم هی دارم همینجوری چاقتر میشم و هر چقدر سعی میکنم که غذامو بخوام کنترل کنم نمیشه، تا اینکه حالا این برنامه جوری شد که دیگه بخوام شروع بکنم. ولی اینکه خب کبد چربم داشتم، کبد چرب گرید 3 داشتم که خیلی کنترل کردم، رسوندمش به گرید 2، ولی خب باز همچنان هستش. و اینکه خب وقت زمانی که آدم چاق باشه یه خورده کلن کار کردن و حرکات و این چیزا برای آدم سخت میشه. خیلی دوست داشتم که بخوام به وزن ایدئالم برسم، تا اینکه زندگی روزمره‌مو خیلی بهتر بخوام ادامه بدم. خیلی هم عالی. خب حالا تا حدود فرمودید 7-7.5 کاهش وزنش. با همین کاهش وزنه چه تغییراتی توی جسمتون، همون کبدتون، توی سبکیتون، توی خوابتون، حتی گاهن تو خلق و خوتون، چه تغییراتی توی فیزیک بدنتون و جسمتون ایجاد شد؟ والا خدمت شما عرض کنم که از زمانی که اینو شروع کردم، یک هفته اول یه خورده خواب به خاطر تغییرات شرایط غذایی و این چیزها یه خورده فکر و اعصاب یه خورده به هم ریخته بود. یه خورده همش دوست داشتم غذا بخورم، هی چشم توی مثلا غذاها بود و این چیزها. ولی از هفته دوم دیگه برام خیلی عادی شد و اینکه احساس سبکی میکنم، واقعا احساس میکنم که دیگه اصلا خیلی گرسنم نمیشه. و اینکه خدمتتون عرض کنم که خیلی راحتم، چه توی چیزای روزمرگی، کارهای روزمرگی. تا قبل از اینکه مثلا بخوام این رژیم رو شروع کنم، بیشتر توی کل روز حالت خوابالودگی داشتم، خوابم میومد. الان دیگه این حالت رو اصلا ندارم و اینکه راحت‌تر میخوابم، راحت‌تر کارامو انجام میدم، اوکی ترم، سنگین نیستم، سبکم همش. آره اینجوری. خب کبد رو بررسی کردید؟ کبدتون رو ببینید تغییری داشتی یا نه؟ کبد رو نه، هنوز هیچ بررسی نکردم. خب آقای علیزاده، این کاهش وزن غیر از حالا جسمتون، فیزیکتون و مشکلاتتون، توی روابط اجتماعیتون هم تأثیر گذاشت؟ روابط اجتماعی بله. یه خورده این که من خب برنامه هایی که میذاشتیم با دوستان و این چیزا میرفتیم و یه خورده بیشتر سر سفره ها بودیم، بیرون توی رستوران ها بودیم، این چیزا باعث شد که یه خورده کنترل بشه، یه خورده بیرون رفتن سر این جور چیزها بخواد کمتر بشه. بله، منم به هر حال کارهای روزمرگیم که مربوط به همون شغلم هستش، منم دوندگی و این ور اون ور دارم. به هر حال با این احساس سبکی که دارم خب خیلی راحت تر. گفتم بهتون که قبلش من همش احساس خوابالودگی و خستگی داشتم، الان دیگه اون حالتم از بین رفته، الان خیلی ریلکس پا میشم، به کارام میرسم، میرم میام، اصلا هیچ مشکلی ندارم، خیلی سر حال تر شدم. آره یه خورده حالتمو شاداب تر پیدا کردم. خیلی خوبه. بعد در مورد منوی رژیم کتوژنیک هم میگید برام، غذاهاش اینا چطور بود؟ منو خوبه، خدا رو شکر تنوعش خیلی خوبه، اوکی راضیم، همه چیزم که دم دست هستش خوبه، در کل خوبه، راضیم. اگه میخواید یه ویژگی از رژیم کتوژنیک بگید برامون چی میگید؟
والا رژیم تقریبا خوبیه، رژیم خوبیه، میگفتن سخت، نمیدونم خوردن برنج و نون و نمیدونم فلان و این چیزا میگفتن که مثلا نباید باشه. آدم اول فکر میکنه که واقعا چجوری نمیشه بدون اینا مثلا رژیم گرفت، نمیشه اینا رو خورد و این چیزا، ولی در کل وقتی که وارد این رژیم میشی میبینی که اصلا هیچ نیازی هم پیدا نمیکنی. یعنی الان دیگه واقعا من اصلا سر سفره میشینم بعضی وقتا میخوام غذا بخورم، بقیه دارم برنج میخورم، هیچ علاقه ای ندارم دیگه بخوام نه برنج بخورم نه. یعنی واقعا فکر نمیکنم اصلا دیگه بخوام مثل قبل بخوام اصلا طرف این چیزا برم، چون خیلی برام اینجوری راحت تر و عادی تر. خیلی عمالی. در واقع سبک زندگیتون تغییر کرد، سبک غذا خوردنتون تغییر کرد. صد درصد. خب آقای علیزاده، چجوری این اراده و انگیزه رو حفظ کردید تو الان این یک ماهی؟ چجوری شد که جا نزدید؟ چون خیلی ها شروع میکنن ولی واقعا ادامه دادن رژیم کار خیلی دشوار و بزرگیه. شما چیکار کردید اینقدر انگیزه داشتید؟ والا من یکی دو بار قبلا سالهای پیش شروع کردم و اینکه هم چیزی که شما گفتین ول کردم سری، ولی این سری به هر حال هم میگم به خاطر تناسب اندامم، هم اینکه واقعا دیگه خسته شدم از شاقی و این حسی هم که توی من به وجود اومد، این حس شادابی و این حس راحتی و سبکی که پیش اومد، تصمیم گرفتم بخوام اینو ادامه بدم که وزنم بخواد به حالت ایدئال برگرده و اینکه بخوام مثل مردم عادی بخوام زندگیمو خیلی راحت ادامه بدم. توصیه میکنم به تمام کسایی که اضافه وزن دارن، به هر حال من خودم هم جزء همون دسته از آدما هستم، به هر حال میدونم که مشکلات زیادی دارن کسایی که اضافه وزن دارن، از خرید لباسهایی که دوست دارن و اندازه‌شون نیست تا اینکه زندگی روزمرگی که با به خاطر چاقی، خستگی که دارند، مشکلاتی که دارند، نفس نفس زدنایی که دارند، این چیزا به هر حال باید جلوش یه جا گرفته بشه، چون در آینده باعث خیلی بیماری ها و خیلی مشکلات بیشتری میشه. هر چقدر سن پایین تر باشه کسی بخواد شروع بکنه، خب خیلی راحت تر میتونه این موضوع رو بگذره ازش، ولی خب هنوزم دیر نیست. هر کسی میخواد شروع بکنه، به نظر من واقعا رژیم خیلی خوبی هستش این رژیم کتوژنی و اینکه خیلی راحت تر از اون چیزیه که فکرشو میکنید، خیلی راحت تره و اینکه به نظر من شروع کنید، شروع کنید، واقعا خیلی عالیه. مرسی، ممنون. آقای علیزاده لباساتون هم بود؟ لباسایی داشتید که اندازتون نبود و الان اندازتون شده باشه بپوشید؟ والا بله بله، یه سری لباس بود ولی کلا من از سایز لارج لباس دارم تا الان که به 4X لارجم، از لارج دارم تا همه رو دارم، تا سال به سال میخریدم، سال بعد نمیتونستم بپوشم، الان دوباره باید ایشالا برگردم به حالت قبلی. و الان تارگت زدید برای اون لارژه یا اکسل؟ من نظرم روی همون 105 کیلو تا 80 کیلو هست. انشالله که وزن دلخواهتون برسید. در مورد رژیم نکته چیزی ندارید من سوال نپرسیده باشم؟ نه، همه چیز عالیه. هر وقتم هم که مشکلی دارم در مورد غذای چیزی میخوام سوال کنم، تیکت میزنم برای پشتیبانی، جوابشو به من میدن، خیلی راحتم، خیلی اوکیه، نه مشکل خاصی نیستش.